ادامه خبرها. شماره از تحلیلگران سیاسی کابینه پیشنهادی آقای کرزی را ترکیبی از مجاهدین و طرفداران غرب می دانند. کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا حساسیت بسیار بالایی بر روی دولت آینده افغانستان دارند. این کشورها بار بار خواستار آن شدند تا افرادی که متهم به فساد هستند در این فهرست درج نباشند. حامد کرزی در این مرحله هم برای جلب نظر مجاهدین و غرب تلاش می‌کند. در همین رابطه افراد نزدیک برای جمهور اعلام کردند که رئیس جمهور افغانستان فشار مضاعف را از هر دو جانب غرب و مجاهدین تحمل می‌کند. انور اورزگانی تحلیل گزارایی دارد از روند پیشنهاد کابینه جدید به پارلمان کشور. حامد کرزی در حالی فهرست پیشنهادی کابینه خود را اعلام کرد که حساسیت غرب روی اعضای آن بیش از پیش مشاهده می‌شد. شمار از تحلیلگران معتقدند که شانه‌زنی‌های جامعه جهانی و مجاهدین از عوامل بود است که در تغییر اعلام فهرست کابینه دخالت داشته است. یک روزنامه غربی با اشاره به تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای معرفی کابینه این کشور و حساسیت غرب روی آن نوشت، کرزی در این مرحله هم برای جلب نظر مجاهدین و هم برای جلب نظر غرب تلاش می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که غرب و در رأس آنها آمریکا حساسیت بسیار بالای روی دولت آینده افغانستان دارد و خواستار آن شده تا افرادی که متهم به فساد هستند در این فهرست جایی نداشته باشند. شمار از افرادی که آمریکا نمی‌خواهد آنها را در کابینه افغانستان حضور داشته باشند به عنوان جنگ‌سالار معرفی شدند. گفته می‌شود برخی از این افراد دارای پرونده‌های فساد نیز هستند. از آنجا که غرب خواستار مقابله جدی با فساد در افغانستان است، خروج این افراد از کابینه کرزی می‌تواند گامی نخست در این راه باشد. نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد اینکه آیا کرزی می‌تواند این اختلاف‌ها را بدون رنجاندن مردم افغانستان انجام بدهد یا نه، یکی از چالش‌های رئیس جمهور است. زیرا مردم افغانستان خواستار حضور افراد صلاحیت دار در پست‌های کلیدی کشورشان هستند. در همین رابطه افراد نزدیک به کرزی اعلام کردند که رئیس جمهور افغانستان فشار بسیار زیاد را از هر دو طرف غرب و مجاهدین تحمل می‌کند. در همین رابطه شمار از اعضای ولس جرگه می‌گویند برخی از وزیران دولت سابق که متهم به فساد بوده و در دوره گذشته کاری مثبت را نیز برای مردم انجام ندادند، همچنان در دولت حضور خواهند داشت. هموطنان عزیز، در پیوند با چگونگی ترکیب کابینه جدید و معرفی آن و خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه، آقای عارفی را با خود در استودیوی خبر داریم تا دگاهشان را در این زمینه جویا شویم. آقای عارفی خوش آمدید. تشکر. آقای عارفی، بگونه اجمالی جریان معرفی کابینه جدید را به ولسی جرگه چطور یافتید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جریان معرفی کابینه رو ما آنطوری که از پروگرام لایف تلویزیون ملی می دیدیم پروگرام نرمال بود و صحنه معرفی نامزدها نشان می داد که ولسی جرگه با یک موضوع غیر منتظره مواجه نشده، از قبل در جریان قرار داشتن که لیست چگونه خواهد بود. جدا از اعتراضات فردی که در این جریان صورت گرفت، وضعیت مجلس عادی بود و سنگین تصور می شد و حرکت های منفی در جریان معرفی کابینه از نظر ما دیده نشد، جدا از این که یک تعداد افراد اعتراضاتی داشتند که خب حق ولسی جرگه است که اعتراض بکنه. خب بعضا ممکن بود که موضع‌گیری‌هایشان یک مقدار توأم با یک سری برخوردها بود، ولی در کل ما گفته میتونم که جریان معرفی کابینه یک جریان عادی و جریان خوب و آرام بود. تشکر آقای عارفی. میگن که چند وزارتخانه باز هم دو پارچه شده و به نهادهای اجرایی جداگانه تقسیم شده. شما این را نوع تورم تشکیلاتی نمیبینین؟ ببینید، در قسمتی که وزارتخانه ها زیاد شوه و یا کم شوه، یک دفعه است که ما صرفا از دیدگاه تورم تشکیلاتی نگاه میکنیم، یک دفعه است از لحاظ فنی نگاه میکنیم. ببینیم از لحاظ فنی آیا ضرورت هست که یک وزارتخانه به دو وزارتخانه تقسیم شوه. ممکن است که فشار کار آنقدر زیاد باشد که در صورتی که اگر یک نفر در رأس این همه امور قرار داشته باشد، ممکن است یک نفر نتونه که به این همه امور، مخصوصا که اگر
کارهای یک وزارتخانه از تنوعات مختلفی برخوردار باشد، در این صورت خیلی بهتر است که ما اون وزارتخانه رو ولمن که تورم تشکیلاتی به وجود بیاید، به خاطر بهتر شدن کارکردهایش باید اون وزارتخانه رو به دو وزارتخانه یا سه وزارتخانه تقسیم بکنیم. منتها اگر از لحاظ فنی ایجاب نکنه و ما به دنبال مصلحت گرایی ها باشیم، به خاطر یافتن مثلا پست های وزارتی برای کسی باشیم، این ما فکر میکنم که یک تورم تشکیلاتی هست و ممکن است که آثار منفی هم به بار بیاره که ما چنین فکر نمیکنم. خب سوال بعدی را خانم احمدی از شما مطرح می‌کنم. بله آقای عارفی، ما هم از شما یک سوال داشتم در این رابطه. گفته میشه که در تعیین اعضای کابینه جدید فشارهای خارجی هم بر آقای کرزی وجود داشتن. ارزیابی شما درباره این موضوع چیست؟ ببینید، گاهی ممکن است که ما در برابر این سوال یک موضع قاطعانه منفی بگیریم و گاهی ممکن است بیش از حد بخوایم که احساساتی برخورد بکنیم که بله خارجی ها تعیین کننده کابینه ما هست، چرا این گناه هست. ولی واقعیت امر ایست که یک بازیگر سیاسی مثل رئیس جمهور هیچ وقت در خلا تصمیم گرفته نمیتونه. رئیس جمهور و هر بازیگر سیاسی در یک فرماسیون قرار دارد که از پیش شکل گرفته این فرماسیون. این فرماسیون متشکل است از فاکتورهایی که در صحنه سیاست وجود دارد. هر یک از این فاکتورها عمل میکنه، فشار وارد میکنه فشارهای خود را. از جمله این فاکتورها امروز فاکتور نیروهای خارجی، کشورهای خارجی در افغانستان است که فاکتور بسیار قوی و نیرومند است. شما ببینید وقتی که کشورهای خارجی میلیون ها میلیارد ها دلار در افغانستان مصرف میکنن، اونا نمیتونن نسبت به مصرف خود و نسبت به اقداماتی که در صحنه سیاسی افغانستان انجام میشه به تفاوت باشه. کشورهایی که به یک کشور دیگر قرض میدن، قرضه میدن، اونا برای قرضه های خود شرایطی قائل میشوند. چی رسد به این که کشورهایی بیاین این همه کمک های بلا عوض را در افغانستان، این همه پول ها را در افغانستان مصرف بکنن، اما نسبت به مصارف و نتایج پولشان، مصارفشان به تفاوت باشد. این بسیار یک ساده لوحی است. من فکر میکنم، البته نمیگم که من این صحنه رو به صورت عینی دیدم، من فکر میکنم هر عاقلی فکر میکند که در چنین شرایطی نیروهای خارجی، کشورهای خارجی نمیتواند نسبت به کابینه افغانستان بی‌طرف باشد و یقینا بنابر این من تصورم این است که حتما کشورهای خارجی فشارهای خود را وارد ساخته است و در ترکیب کابینه، در افراد و اشخاصی که در لیست کابینه وارد میشه، اینا نظراتشان را ابراز کردن و فشارهای را هم وارد کرده باشد. و این یک چیزی است که همه مردم افغانستان و کسایی که مسائل سیاسی را درک میکنن اینو میفهمند. از شما سپاسگزار هستیم جناب آقای عارفی. تشکر. پیش از آن که فاطمه احمدی چند خبر خارجی را مرور کند، پیشگویی وضعیت هوا و نرخ تبادله پول افغانی با ارزهای خارجی را با هم مشاهده میکنیم. یک دلار آمریکایی خرید 48.60 پول، فروش 48.65 پول. یک پوند انگلیسی خرید 78.30 پول، فروش 78.40 پول. یک یورو خرید 69.80 پول، فروش 69.90 پول. یک درهم امارات خرید 12.15 پول، فروش 12.20 پول. یک ریال سعودی خرید 12.90 پول، فروش 12.95 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 48.30 پول، فروش 48.40 پول. 1000 روپی هندی خرید 1090 افغانی، فروش 1100 افغانی. و 1000 روپی پاکستانی خرید 572 افغانی، فروش 573 افغانی. کابل نیمه ابری، امکان برف وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 8. مزار شریف ابرولود، امکان برف وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. جلال آباد آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. بامیان نیمه ابری، امکان برف وجود دارد. بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 15. و سرانجام قندهار آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.